ساختمان چشم و اجزای آن. چشم یکی از مهمترین و حساسترین اندام‌های بدنه و دروازه ورود به یکی از حواس پنجگانه یعنی بینایی هستش. چشم عضویه که به نور واکنش نشون میده. این امکان درک نور، دید رنگ و درک عمق رو فراهم میکنه. چشم انسان میتونه حدود 10 میلیون رنگ مختلف رو ببینه. ساختمان چشم انسان از اجزای مختلفی ایجاد شده که در ادامه ویدیو به توضیح هر یک از این اجزا خواهیم پرداخت. سلام، به کانال تکسون تیوی خوش اومدی. از جهات مختلف ساختمان چشم انسان تقریبا مثل یه دوربین عکاسی عمل میکنه. بدون معطلی بریم ببینیم چشمامون دقیقا از چه ساختاری تشکیل شده. ولی لطفا فراموش نکنید قبل از شروع ویدیو کانال رو سابسکرایب کنید و برای اطلاع از جدیدترین آپلودهای ما زنگوله رو هم روشن کنید. ملتهمه، سطح چشم و سطح داخلی پلکا با قشای شفاف به اسم ملتهمه پوشیده شده. ملتهمه بافت شفافیه که قسمت سفید چشم و داخل پلکا رو میپوشونه. وظیفه اصلی ملتهمه اینه که سطح داخلی پلکا رو مرطوب نگه داره. همچنین باعث میشه بدون ایجاد سوزش چشم‌ها رو به راحتی باز و بسته کنی. وظیفه دیگه ملتهمه محافظت از چشم در برابر گرد و غبار و میکروارگانیسم‌هاییه که میتونن باعث عفونت چشم بشن. قرنیه، یک لایه شفاف در جلو و مرکز چشمه. قرنیه درست در جلوی عنبیه قرار داره که قسمت رنگی چشم هستش. عملکرد اصلی قرنیه شکست نوره. هدف اصلی قرنیه کمک به تمرکز نور هنگام ورود به چشم هستش. عنبیه، قسمت رنگی چشم عنبیه هستش که به تنظیم میزان ورود نور به چشم کمک میکنه. همراه با مردمک چشم، عنبیه مسئول تنظیم مقدار نوریه که به چشم وارد میشه. نور زیاد یا کم میتونه بینایی رو مختل کنه. عنبیه در صورت وجود نور زیاد باعث منقبض شدن و کوچیک شدن مردمک میشه. همچنین در صورت وجود نور کم هم باعث منبسط شدن و بزرگتر شدن مردمک چشم میشه. عدسی، یه ساختار شفاف دو طرفه توی چشم هستش. عدسی همراه با قرنیه به شکست نور کمک میکنه تا تصویر اجسام روی شبکیه متمرکز شه. با تغییر شکل فاصله کانونی چشم تغییر میکنه تا بتونه روی اجسام در فواصل مختلف تمرکز کنه. در نتیجه عدسی به فرد کمک میکنه تا تصاویر واضحی از شی بر روی شبکیه ایجاد شه. شبکیه، داخلی ترین لایه ساختار کره چشم شبکیه هستش. شبکیه دارای سلولهای گیرنده نور و نورون‌ها هستند. گیرنده های نوری در شبکیه چشم شامل سلولهای میله‌ای و مخروطیه. سلولهای میله‌ای نسبت به نور حساسیت بیشتری دارن اما توانایی درک رنگ رو ندارن. در مقابل سلولهای مخروطی موجود در چشم انسان دید رنگی دارن. شبکیه نور رو به صورت تکانه‌های الکتریکی از طریق عصب بینایی به مغز می‌فرسته. زجاجیه، ماده شفاف و ژلاتینی هستش که حفره مرکزی چشم رو پر می‌کنه. زجاجیه یه ماده شفافه که حدود 95% اون رو آب تشکیل میده. زجاجیه باعث حفظ شکل کروی چشم میشه و شبکیه رو به درستی به دیواره پشت چشم متصل می‌کنه. سلبیه، سلبیه بیرونی ترین پوشش سفید رنگ محافظ کره چشمه. این عضو در مقایسه با ساختارهای ظریف داخلی کره چشم سخت‌تر و ضخیم‌تر هستش. قسمت سفید چشم که فرد هنگام مشاهده خودش توی آینه می‌بینه قسمت جلوی سلبیه هستش. سلبیه دیواره حمایتی کره چشم رو تشکیل میده. زلالیه، زلالیه مایع شفاف شبیه به پلاسماست. این ماده از 99.9% آب تشکیل شده و 0.1% دیگه شامل قندها، ویتامینها، پروتئینها و بقیه مواد مغذیه. این مایع قرنیه و عدسی رو تغذیه میکنه. زلالیه فشار داخل چشم رو کنترل میکنه و در سطح ثابتی نگه میداره. ویدیوی امروزمون هم به پایان رسید. حالا شما به ما بگین به نظرتون چند عضله در چشم وجود داره؟ فعالترین و سریعترین ماهیچه توی بدن انسان کدومه؟ خوشحال میشیم نظراتتون رو برامون کامنت کنین و اگه این ویدیو رو دوست داشتین فراموش نکنید لایک کنید و به دوستانتون هم معرفیش کنید.
ممنون که با ما همراه بودین.